سخن باز می شود. این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنیم، باید که گفته های دلت را عیان کنیم. جانا بپرس آنچه که خواهی درودی دوباره خدمت تک تک شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی برنامه علامت سوال. خیلی خوشحال هستیم که سه‌شنبه شب دیگه از راه رسید و در خدمت شما عزیزان هستیم. باز هم با 90 دقیقه برنامه در خدمت شما خواهیم بود با پخش زنده از استودیوی لندن و تشویقتون میکنم که حتما تا آخر برنامه با ما باشین، چون میخوایم راجع به موضوعات خیلی جالب صحبت کنیم و سوالاتی رو که برای ما فرستادید رو جواب بدیم. و اگر همچنان سوالی دارید برای ما بفرستید، به خاطر اینکه این برنامه متعلق به سوالات شما عزیزان هست و به امید خدا پرسیده خواهد شد. همونطور که میدونید در طول برنامه میتونید با ما در تماس باشید از طریق تلفن هایی که بر روی گیرنده تون میبینید. تلفن هایی هست مخصوص عزیزانی که ساکن ایران هستن، در واقع یک تلفن هست که با پیش شماره 021 شروع میشه. من براتون میخونم: 0218282753، 0221 که پیش شماره تهران. اگر از تهران میخواین تماس بگیرید پس لازم نیست 0221 رو بگیرید، اما اگر از شهرستان هست لازم هست، پس خیلی راحت میتونید با هزینه کم به استودیوی لندن وصل بشید و سوالاتتون رو مطرح کنید. برای دوستانی هم که ساکن خارج از ایران هستید با شماره تلفن 2044-207-806-9832 میتونید به استودیو وصل بشید. این همه من این شماره ها رو خوندم هنوز حفظ نشدم. اما دوستانی هم که تلفن هوشمند دارید و اپلیکیشن های واتساپ، وایبر یا تلگرام رو دارید بر روی تلفنتون، میتونید با شماره تلفن 2044-786-16-46-81 برای ما پیامک بفرستید، پیغام های صوتی بفرستید و سوالاتتون رو به صورت نوشتاری یا اگر درخواست دعا دارید، شهادت های اگر دارید، خوشحال میشیم که برای ما از این طریق به صورت نوشتاری بفرستید. همونطور که میدونید برنامه رو میتونید بر روی ماهواره های هاتبه و یاست تماشا کنید. همچنین از طریق اگر در واقع کانال تلگرام علامت سوال رو دنبال میکنید، یک لینک یوتیوب در این کانال خواهد بود، میتونید بر روش کلیک کنید مستقیما برنامه رو از روی یوتیوب تماشا کنید، یا اینکه از طریق فیسبوک علامت سوال و همچنین فیسبوک 107 پارس. تمام راه ها باز هست برای شما عزیزان که خیلی راحت و آسون بتونید برنامه خودتون رو تماشا کنید، با ما تبادل نظر داشته باشین و سوالاتتون رو مطرح کنید. تا چند لحظه دیگه برمیگردم با مهمان عزیزمون در استودیو. بله، یک لحظه دیدید مهمان خیلی عزیزی داریم اینجا امشب، خارلویز عزیز، خارلویز مخوف عزیز، خیلی خوش آمد میگم بهتون و خسته نباشید. مرسی سالی جان، هم سلام خدمت شما هم بینندگان عزیز، خوشحالم دوباره در بین شما هستم، واقعا لذت میبرم، حقیقتش اعتراف دارم میکنم هر بار که با شما هستم خیلی لذت میبرم. همینطور امیدوارم موضوع برنامه امروز بتونه دلنشین باشه برای بینندگان. دلنشین میتونه باشه؟ میتونه باشه، عمدن این کلمه رو استفاده کردم، میتونه دلنشین باشه. منم امیدوارم. از اون موضوعات خیلی جنجال برانگیزه، بله درست، مخصوصا تو این روزایی که خب یه جورایی بگم که مردم به هر دلیلی خیلی خشمگین هستن، عصبانی هستن، شاید حتی بعضی وقتا به خودمونم برگردیم توی قلبمون یه سری ناراحتی ها و تلخی ها رو میبینیم. حالا شاید مستقیما برامون به طور خاص اتفاق نیفتاده باشه، ولی با اخباری که دور و برمون هست بعضی وقتا به این قضیه فکر میکنیم یا نظر میدیم. حالا من جالبی که هنوز نگفتم رو موضوع راجع به چی هست، میخوام راجع به عزیزان قصاص صحبت کنیم امشب.
و اینکه من واقعا شما رو تشویق میکنم که اگر نظری دارید، تجربه دارید، صحبتی دارید، سوالی دارید، حتما بپرسید. اما میدونید که در اول برنامه نیم ساعت اول تلفنی گرفته نمیشه، اما میتونید پیغام هاتون رو به صورت نوشتاری بفرستید و بعد از نیم ساعت تلفن هام گرفته میشه. پس میخوام راجع به قصاص صحبت کنیم و قصاص صحبت کنیم. خب میخوایم خبر خوش هم بدیم، نمیخوایم خیلی، چون قصاص وقتی صحبت میکنیم تو فکر ما همین مسئله چشم به عوض چشم، دست به عوض چشم چیزا، و مخصوصا در کشور ما همینطور در عربستان این هنوز داره اجرا میشه. این مسئله اینه که خاطرات خیلی بد، صحنه های بد تو فکر ما روشن میشه، ولی میخوام خبر خوش زودتر بگم، این خبر خوش رو که مسیح ما رو از این مسئله آزاد کرده، لااقل در این مورد مجبور نیستیم دست به عوض دست، چشم به عوض چشم باشه. یعنی که این قضیه دلنشینش همین قسمته که خبر خوب هست. ولی خب حالا بریم جلو ببینیم چقدر دلنشین. آره. قصاص چی هست خبر روز؟ آیا همون تلافی کردن؟ بله دقیقا همینه، دقیقا همینه. قصاص خب یک کلمه قدیمی فارسی هستش، یا شاید هم عربی، نمیدونم. بکنم بیشتر روشه عربی داشته باشه. آره، ولی در واقع بخوایم ترجمه بکنیم یه حالت مقابله به مثل یا مشابه. یک چیزی که هر مدلی که شما با من رفتار کردین من با شما رفتار کنم، مقابل به مثل. در واقع تلافی، تلافی رو بخوایم ترجمه کنیم به زبان سلیس فارسی، تلافی بهترین ترجمه خواهد بود برای این مسئله. خب البته مسئله قصاص یه چیز جدیدی نیست، از دوران باستان این قضیه بوده. کتیبه هایی که پیدا شده از کتیبه های حمورابی در مورد بابل، سومر، براتون بگم، چیزای روم پیدا شده، چیزایی که قبل از این که به شکل تورات خدا به موسی داده باشه این عملا در اجرا بوده. آنچه که خدا در تورات به اصطلاح در کتاب لاویان این مسئله رو مطرح کرده انجام داده، یه سری میبینیم چیزهایی اضافه شده، کم شده، این وسط تعدیل شده در واقع این مسئله به نفع خانواده قربانی. در واقع یه چیزی هست که یک کلمه غذایی هستش، کیفری به اصطلاح اگه بخوایم اسم ببریم، یک کلمه کیفری هستش که به اصطلاح در دادگاه اینا استفاده میشه و همطور که گفتم الان در حال حاضر اونقدری که میدونیم به شکل رسمی داره اجرا میشه در ایران و عربستان هستش، شدیداً مخصوصاً در عربستان. در زمان رومیان این بعد تبدیل شد به پول، به جای اینکه به اصطلاح این همون عضو رو از بین میبردن، یا اگر قتل این وسط بود به جای اینکه کشته بشه، اگر خانواده قربانی رضایت میداد و میبخشید قضیه برطرف بود، چون همه برمیگرده به این که اون خانواده قربانی یا شخصی که این بلا به سرش اومده چه تصمیمی در مورد شخص متهم میگیره. در واقع شاکی خودمون هم همینطوره. بله، بله، اگر ببخشی یا بله، اینکه بله، حالا یا به بله، ازای پول یا بعضی وقتا حتی بله، پول هم لازم نباشه. خب تا قبل از اینکه رومیان اینو بردارن به مسئله پولی تبدیل بکنن، تا قبل این مقابله به مثل بود، این همون عضو از بین میره، ولی رومیان اینو برداشتن به پول، گفتن اگر، خب بعضی چیزا هست نمیشه حقیقتا آدم این همون رو بخواد انجام بده، شاید شخصی که این بلا سرش اومده دلش نیاد، ولی پول رو که آوردن الان هم میبینیم یه مقدار هم تغییر کرده. هنوز که هنوز جوامعی که به اصطلاح قوانین کیفری وقتی مینویسن مسئله پول مطرحه و این از همون زمان اومده. الان بارها ما تو اخبار میبینیم مثلا میگن سالها پیش فلان کس این بلا رو به سرم آورد، این صدمه رو به زندگیم زد، سالهایی که بدون اینکه حقم باشه تو زندان بودم، چی میگن، بیگناه بودم ولی منو تو زندان نگه داشتم. میان بابت اون سالهایی که هست یک مبلغی دادگاه تعیین میکنه یا خود شخص تعیین میکنه، میگه من انقدر خرج وکیل دادم، انقدر چی شده اینا، پول من انقدره بابت این سال، غرامت پولی رو این وسط.
اینه که تا یه حدی الان قضیه به اون شدت این نیست که دست ببرن و یا ضرب شلاق بر اساس چیزایی رو که نمیتونستن به اصطلاح به شکل عضوی بکنن ضرب شلاق میذاشتن که باز یه هیئتی در واقع تصمیم میگیره که از نظر این جوامع در واقع اون هیئت حالت چیز دادگاهی داشته، یه چیز مسئولیت کیفری داشته که میتونست با ضرب شلاق که ما میدونیم چقدر این مسئله ملموسه در ایران با ضرب شلاق و همینطور هم در عربستان، اینه که ضرب شلاق و مسئله پول به اصطلاح بعد از این از رومیان در واقع من فکر میکنم که اصلا حالا قضیه شاید بگیم تلافی کردن یه چیزی یعنی ملموستر با آدم مثلا قضیه تلافی کردن تو اصلا هم گناه اولیه شروع شده یه جورایی، یعنی وقتی که خشم در انسان به وجود میاد گناه به وجود میاد یه جورایی صدمه زدن به همدیگه به وجود میاد، تلافی کردن هم در کنارش که حالا فکر کنم دیگه بعد از گذشت زمان دیگه حالا قانونی به وجود اومد و درسته و حالا قصاص رو به صورت قانونی در واقع حالا بگذاریم که توی بعضی از کشورها حالا اصلا من فکر می‌کنم اصلا معنای قصاص عوض شده. یعنی اینکه من اگر به دلم خوش نیومد یا به فرزند یه چیزی رو خوشم نیومد این وسط میام قصاص میکنم. حالا همیشه هم واقعا صدمه نیست، صدمه مثلا شخص واقعا صدمه ای وارد نکنه، الان همین مسائلی که توی چند وقت اخیر توی ایران پیش اومده مثلا حتی برای رقصیدن یا برای آواز خوندن شلاق‌ها یا زندان هایی رو که براش در نظر میگیرن که خب واقعا مثلا نه چشم در برابر چشم، یعنی نه اتفاق خاصی نیفتاده که بخوای این قصاص رو بکنی. درسته، میدونید باید اون چه که کلام خدا در زمانی که در تورات این مسئله شده قضیه اینه، میگه که به اندازه اون جرمی که انجام میگیره صورت میگیره مجازات باید مناسب با جرم باشه. ما در چیز فارسی ضرب المثل جالب نمیدونم درست باشه این جمله رو بگم، میگن برای آفتاب دزدی طرف رو اعدام نمیکنن، باید مجازات با خود جرم همخونی داشته باشه که متاسفانه همونطور که میگید نیست، اینطور در خیلی از موارد اینطور نیست. بله متاسفانه. خب ما توی عهد عتیق داریم همون حالا چند بار تکرار کردیم، یکی از اصلی ترینش همین هست که توی قانون موسی هست که بله. چشم در برابر بله. چشم بله. دست در برابر دست، دندان بر دندان. بله. ولی میدونیم که تو عهد جدید یه سری تغییرات ایجاد بله. شد بله. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اول بیایم این مسئله قصاص رو یه خورده از نظر کلام خدا باز بکنیم، چون گفتیم این قبلا وجود داشته ولی وقتی که خداوند در سفر لاویان به موسی این مسئله رو داد، در باب 24 لاویان ما میبینیم که از آیات 10 تا 22 این قضیه اتفاق افتاده و میگه که کسی رو پیدا کردن که دورگه بوده، مصری بوده و اسرائیلی، مادرش اسرائیلی بوده پدرش مصری بوده و اینها خب چون در مصر زندگی میکردن ازدواجهای متعدد صورت میگرفته این وسط، اینا اول که این شخص میاد میگه به اسم کفر گفت. تشویق میکنم بینندگان عزیز کتاب مقدس رو دارن با 24 لاویان رو اینو به دقت بخونن. در مورد قصاص صحبت میکنه و اینطور میگه، میگه پسر این زن اسرائیلی که باباش مصری بوده اومده اسم رو کفر گفته. وقتی این کلمه رو ما میخونیم در کتاب مقدس منظور به اسم یهوه، به اسم خدا کفر گفته. وقتی این مسئله رو به گوش موسی میرسونن، موسی میگه که خب ما یه همچین موردی نداشتیم، من باید برم از خدا سوال کنم. میره به حضور خدا و از خدا میپرسه که همچین جریانی شده ما چیکار باید بکنیم، که بعد خدا برمیداره این مسئله رو میگه، میگه چون که لعنت کرده، خدا این جواب رو برمیده، میگه میگه به اون کس رو که لعنت کرده بیرون لشکرگاه ببرید و همه اونایی که شنیدن شاهد این قضیه بودن، چون باید هر چیزی ثابت بشه. کاری که کتاب یعنی در تورات خدا انجام داد اینه که اول مطمئن بشید که این چیز صورت گرفته، یعنی تهمت نیست، از طریق شاهد این باید تثبیت بشه، ثابت بشه که این شخص این عمل رو انجام داده. خب میگه اونایی که شنیدن دستای خودشون رو سرش بذارن و بقیه جماعت این شخص رو باید سنگسارش کنن. و این چیزی بود که خدا برگشت به بنی اسرائیل اینطور گفت، بگو هر کسی که خدای خود را لعنت کند متحمل گناه خود خواهد بود و هر که اسم یهوه را کفر گوید هر آینه کشته شود و تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند، خواه غریب خواه
متوطن، یعنی یا یهودی باشه یا غیر یهود، امت باشه اسرائیلی فرقی نمیکنه، باید سنگسار بشه. بعد میگه کسی که آدمی رو، شخص انسانی رو بزنه که بمیره، به حد کشت یکی رو بکشه، بزنه بکشه البته کشته شود، و کسی که حیوانی رو بزنه که بمیره عوض اون رو باید بده که در واقع پوله، یا اینکه خود همون آره چیز رو بخره. بعد از اینجا شروع میکنه، میگه که جان به عوض جان، و کسی که همسایه خود را عیب رسانیده باشد چنان که او کرده باشد به او کرده خواهد شد، این همون رو، شکستگی عوض شکستگی، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان، چنان که به آن شخص عیب رسانیده همچنان به او رسانیده شود. و بعد توضیح میده، میگه که زیرا که من یهوه خدای شما هستم، میگه یک حکم، حکم یکیه، من خدای شما هستم، در مورد لعنت اسم خدا و در مورد جرایمی که صورت میگیره نظر قد چه به انسان چه به حیوان، خدا این مسئله رو گذاشته. که بعد میبینیم که همطور که گفتم مقابله به مثل، در واقع جرمی که اتفاق افتاده مشابه همون بر شخص اتفاق میفته، در واقع مقابله به مثل یا مجازات به مثل اگر بخوایم بگیم در حیطه قضایی هستش. مرسی ممنون خارلوز، یه استراحت خیلی کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم عزیزان در ادامه صحبتامون. یکی بود یکی نبود، به اینم نگاه بکنم، سختی همیشه نمیتونه بد باشه، خوشحال و هیجان زده هستیم، زرشک چطور فهمیدید که آشنا شدید؟ عاشق با 13 تا ویژه برنامه نوروز خرم شد بله دوباره چه ها توی این سری از جدید Wait, Ken, isn't that the camp you're volunteering for this summer? You're going to be a camp counselor? God wants us to forgive. What do you know about God? I know what I know. بنابراین هر کس صدای پدر را شنیده و از او تعلیم گرفته باشد نزد من می آید. What do you think? Your place? و شروع می کنند به تحقیق کردن در مورد تفسیری بر تعالیم دشوار پولس رسول. با قلبی پر از شکرگزاری به اطلاع شما میرسانم مجد باد و بله در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع قصاص، و خارلوز جان یه سری مسائل رو مطرح کردن، یه مقدار صحبت کردیم که قصاص چی هست، یعنی تلافی کردن، و اینکه حالا قصاص در عهد عتیق، خارلوز فکر می‌کنم هنوز ادامه داره توی عهد عتیق. تو عهد عتیق بودیم، بله داشتیم میگفتیم که مقابله به مثل، مجازات به مثل، در واقع یک مفهوم قضایی هست، و این مجازات الهی یعنی چیزی که خدا در نظر گرفته نسبت به گناهان بشر، و کلام خدا میگه هر کی گناه بکنه خب حتما مجازات میشه دیگه، این یک واقعیت. ما دو جنبه شخصیتی خدا رو داریم، یکی عدالت خداست، یکی رحمت خدا. عدالت خدا میگه گناهی که صورت گرفته باید مجازات بشه، رحمت خداست میگه که اگر گناهی صورت گرفته و باید مجازاتی بشه لزوماً شخصی که این کار رو انجام داده لزوماً خودش روش این بلا سرش نمیاد، خدا یه راهی براش فراهم کرده که پسر یگانه خودش رو داده. فرق در اینه، در رحمت خدا. اما عدالت خدا میگه دو تا چهار تا گناه کردی کشتی باید کشته بشی. خب پس من میتونم مثلا فرضاً بگم که پس من بیشتر رو عدالت خدا کار میکنم، یعنی حساب میکنم تا رحمت خدا. هر دو جنبه شخصیتی خدا با هم در کارن، مخصوصا بر روی صلیب این قضیه بسیار آشکار هست، عدالت خدا
که تمامی گناه بشر بر مسیح اومد و رحمت خدا. به خاطر عدالت و رحمت خدا بوده که حاضر شد پسر خودش رو بر روی صلیب ببینه. چون که میگه گاو و در رساله عبرانیان میخون میگه در گاو خون گاو و گوسفند و بز و اینا دیگه کافی نبوده. گناهان بشر انقدر زیاد بوده که خود بشر نمیتونسته از پس مجازات این قضیه بر بیاد. این بود که خدا خودش راهی براش فراهم کرده. در هر حال ما در اول یوحنا باب 3 آیه 4 میگه هر که گناه را به عمل میآورد مخالف شریعت عمل میکند. این اون عدالت خداست، چون که میگه گناه مخالف شریعت هستش. ما تو عهد عتیق فرقی که گفتیم اول برنامه، ما گفتیم که فرقی که این قانون در زمانی که موسی قوم رو از مصر آورد بیرون، فرقی که داشت با چیز حمورابی و با بابل و سومر رو نمیدونم رومیان و اینها، این فرقی که اینجا بود این همون قضیه بود، چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، جان به عوض جان، همون بود. اما خود شهرهای ملجا فراهم کرد، شهرهای پناهگاه فراهم کرد. فرقی که ما میبینیم در زمان موسی، این مسئله تا زمان موسی وجود نداشت، شهرهای ملجا که ما میگیم شهرهای پناهگاه. 6 تا شهر رو وقتی یوشع زرزمین رو به اصطلاح تیکه تیکه تصرف میکنن، خدا بهش میگه که شهرهای ملجا بذار. در چیز حیطه جغرافیایی 6 تا شهرهای ملجا میذارم. میگه اگر کسی سهوًا، یعنی از روی خطا، از روی ندانسته، با تصمیم قبلی کسی رو نکشته، تصادفی یه بلایی به سر کسی آورده، فرار بکنه به این شهر و تا زمانی که تو اون شهر هست، اون شهر، شهردار اون شهر، حاکم اون شهر نمیتونه این شخص رو به دست خانواده مقتول بده. یه جورای تبعیدگاه میتونیم بگیم، پناهگاه، پناهگاه بوده اونجا. خب حالا شاید این وسط یه نفر عمدن کاری بکنه، عمدن کرده باشه. دقیقاً همینو توضیح میده در این مسئله. به اینطور هم نیست، خدا میدونه تمام قوانی رو که وضع میکنه و چیزایی رو که، احکامی رو که به انسان میده، فکر همه اینا رو خونده. اگه به فکر من و شما میرسه، خیلی جلوتر به فکر خدا رسیده این قضیه. وقتی که ثابت میشه این شخص گناه کرده، اون کسی که به اصطلاح حاکم شهر یا کاهن اون شهر هستش، اینو باید به دست خانواده مقتول بسپارن. و همونطور که گفتم، این مسئله برای کسایی بوده که به شکل تصادفی، حالا موقع تیشه به اصطلاح دارن تیشه میزنن، این سر تیشه میپره، شخص مقابل رو یه بلایی سرش میاره. میدونی یه چیز تصادفیه، چیزای تصادفی رو اینا فرار میکردن میرفتن به چیز. ولی اگر ثابت میشد که شخص از روی تصمیم قبلی این کار رو انجام داده، در اون صورت باید میسپردنش به قاضی، به اصطلاح به دادگاه باید میسپردن. در هر حال در عهد عتیق ما میبینیم که شهرهای مرجا رو گذاشت خداوند که به اصطلاح یه مفری بوده و تو اون فاصله تا زمانی که اونجا بود، خیلی از مواقع میدیدید خانواده مقتول یه خورده آتیش خشمشون میمد پایین، میفهمیدن که خب این تصادفی انجام شده. بالاخره یه جورایی این شخصی که تصادفاً این عمل انجام شده از طریق او محافظت میشه، در اونجا پناه میگرفته. فرقش در واقع در این مسئله بود. درسته. خب حالا ما به عهد جدید میرسیم. یه چیزی که همیشه سوال هست، یعنی مرتبا پرسیده میشه، شاید برای خود ما هم بعضی وقت سوال پیش بیاد، خدایی که اینجا برمیگرده میگه که چشم در برابر چشم، خودش این قانون رو میده و عدالت خودش هست. یعنی گفتیم که حالا خدا عدالتش رو میگه که دوتا میشه چهار تا. ولی چی میشه که واقعا توی عهد جدید یه جورایی قصاص کردن و تلافی کردن رو خدا بر میداره؟ بر نمیداره. در واقع ببینید، ما فیض رو بذارید در مورد فیض صحبت کنیم. آره دقیقا، در عهد عتیق هم فیض خدا هست اونجا. ما میبینیم که رحمت خدا در برهه‌های مختلف قرار داره اونجا. مثلا موسی قبل از اینکه برای خدمت خونده بشه، مصری رو کشته بوده، دو تا مصری رو کشته. اغلب افراد همچین افراد بیگناه و چیزی نبودن. این وسط فیض خدا کماکان در شریعت بود، یا داوود به قول شما، بله،
خیلی بشموری ما شخص چیز نداریم این وسط بگیم، شاول، داوود، اکثر اینا افرادی که در کتاب مقدس برجسته هستن مثل جدعون، اینا همه ما میبینیم بالاخره باید به جنگ میرفتن. اینا مسئله سر اینه که وقتی توبه میکنیم خدا میبخشه. این چه در عهد عتیق چه در عهد جدید مصداق داره. توبه رو خدا میبخشه. من همیشه میگم خدا خداییه که فدیه براش معنیه، خدای رهایی دهنده هسته، خدای آزاد کننده هسته. آنچه که در عهد عتیق وجود داره کماکان میگه مزد گناه موته. در رومیان ما اینو میخونیم 6:23 رساله پولس رسوله میگه مزد گناه موته، چیزی عوض نشده. این آیه در عهد جدید گفته شده. آنچه که این وسط همونطور که گفتم خبر خوب هست اینه که وقتی توبه میکنیم ما میریم زیر پوشش فیض خدا. در واقع اون بخششی که صلیب برای ما به همراه آورد ما اون بخشش رو میپذیریم. فرق در اینجا هستش. و خود مسیح هم وقتی که به اصطلاح شروع کرد به خدمت خود برای خدمت خودش برگشت گفت که پسر انسان در جلال خیش به اتفاق ملائکه خودش میاد و هر کسی رو موافق اعمالش جزا خواهد داد. ما اینو در متی 16 این رو میبینیم. یعنی داوری کماکان هست، کماکان مجازات هست برای گناه. ولی وقتی که ما کار نجات بخش مسیح رو بر صلیب میپذیریم و خداوندی او رو برای زندگی خودمون میپذیریم، کار برداشتن گناهان رو، چون که در غلاطیان میخونیم میگه که مسیح ما رو از شریعت گناه آزاد کرد، شریعت اون از لعنت گناه، ببخشید، میگه از لعنت شریعت، لعنت شریعت درست بگه، از لعنت شریعت ما رو آزاد کرد. اون لعنتی که در واقع بوده بر صلیب برداشته شده، ولی این به این معنا نیست لعنت از بین رفته، لعنت ما بر مسیح اومده. فرق در اینجاست که او به نمایندگی از همه افراد بشر وقتی که صلیب اتفاق افتاد از این مکتب به بعد همه افرادی که در قرون مختلف اومدن زندگی کردن اگر این بخشش رو، این کار صلیب رو پذیرفتن زیر پوشش این بخشش میرن. میگه که باز ما در متی باب 5 اینطور میخونیم، میگه که شنیده اید که گفته شد. وقتی مسیح اینو میگه معمولا منظورش اینه که در عهد عتیق اینطور میگه، در تورات شما اینجوری خوندید، چشمی به عوض چشمی، دندانی به دندانی، اما من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخساره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او برگردان. اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز بدو بده. چرا این چیز رو؟ شاید در خیلی از موارد ما فکر میکنیم این ضعفه، برای اینکه برمیگرده میگه هر، باز ادامه میده میگه کسی اگر برای یه مایل میخواد با تو بیاد تو 2 مایل همراهش برو، هر که از تو سوال بکنه بهش بده، منظور هر که از تو چیزی میخواد بهش بده و قرض میخواد بده، روی خودت رو بر نگردون. مجازات و گناه تغییری نکرده. خب کماکان چه در عهد عتیق چه در عهد جدید همونه، ولی کسی دیگه یعنی عیسی این رو برای ما به جای ما انجام داده. همطور که گفتم در رساله غلاطیان میگه مسیح ما رو از لعنت شریعت فدا کرد چون که در راه ما لعنت شد. و باز در غلاطیان باب 6 آیه 7 ما میخونیم، میگه زیرا آدمی آنچه بکارد همان رو درو خواهد کرد. هر که برای جسم بکارد از جسم فساد رو درو میکنه و هر که برای روح بکاره از روح حیات جاودانی رو درو میکنه. حالا اینجا شاید اینجا سوال پیش بیاد. خب باشه، مسیح برای گناهان من فدیه شد و در واقع لعنت من بر اومد. بله. ولی آیا این به این معناست که من اگر اشتباهی رو کردم، مثلا قتلی رو انجام دادم یا از میخوام تجاوزی انجام دادم یا حق کسی رو خوردم، آیا این به این معناست که خب حالا چون مسیح به خاطر من در واقع حالا در واقع گناهان من حالا برگردن مسیح میفته چون من مسیح رو پذیرفتم، آیا حالا اون شخص مظلوم یا خانواده اون یا اون جامعه نباید من رو قصاص کنه؟ مجازات زندان هست برای این افراد. ما به این معنا نیست کسی کسی رو کشت زندان نمیره، میره زندان. اگر خانواده مقتول ببخشن اون یک حساب که کاملا استثنای معمولا اغلب، ولی مجازات زندان هست اونجا. خیلی ها تو خود زندان توبه میکنن به عنوان مخصوصا توی جامعه مسیحی خیلی راحت راجع بهش حرف زده میشه و عذر میخوام از نظر من خیلی شعارگونه است
که میگن چون تو مسیحی هستی و ایمان داری باید اون شخص رو ببخشی کاملا و از هر نوع قصاص یا هر نوع حالا بگیم تلافی باید بگذری. نه. این چه جور واقعا من فکر میکنم این اونطور عدالتی هم نمیتونه باشه. نه نیستین. ببینید کلام خدا رک و راست گفتم، میگه مزد گناه موته. وقتی که کسی گناهی رو انجام میده باید با عواقب گناه خودش روبرو بشه. وقتی ما در مورد توبه صحبت میکنیم این به این معنا نیست که از مجازات آزاد شده، اصلا یه همچین معنی نمیده. کسی که قتل کرده خب باید بره زندان، کسی که به بچه‌ای رو تجاوز کرده یا کشته بعد از اون، خب ما این همه میشنویم، آیا این افراد باید همینطور راست راست بگردن بگن چون به مسیح ایمان آوردیم پس از هر گونه مجازاتی ما مبرا هستیم؟ نه این نیست. این شخص من خیلی اتفاقا میگم بارها دیدم خوندم، افرادی رو در رسانه ها میشنویم که خانواده مقتول میبخشه ولی قانون میگه نه شما باید توی زندان باشی. من میتونم شخص رو ببخشم ولی کماکان بهش بگم ولی حقته که بری زندان، ولی که خطر هستی برای جامعه. یه سوال دیگه، خب الان بالاخره مثلا در ارتباط با اعدام اون دسته از افرادی که مخالف هستن با قضیه اعدام، یکی از نظراتشون این هست که ما انسان‌ها برای این در واقع ما حق قضاوت کردن نداریم و حق این که در واقع جان کسی رو بگیریم نداریم. ولی چطور همین در واقع خداوند در عهد قدیم این اجازه رو داد به انسان‌ها که فرضاً یک نفر رو سنگسار بکنن برای حالا کفر گفتن به خدا یا فرضاً قتل شخصی؟ من اینو اصلاً راجع به اون مسائلی صحبت نمی‌کنم که مثلا طرف کتاب مقدس یک کشوری اومده یک دینی رو پاره کرده سوزاندنش یا نمیدونم سنگسارش کردن یا خیلی از مسائلی که گفتیم اصلاً هماهنگی نداره با اون جرم یا اون کاری که شخص انجام داده. دارم در رابطه با همین مسئله تجاوزهایی که میشه مثلا فرضاً یک بچه رو تجاوز میکنه، تجاوز که میکنه میسوزونه، اسید میریزه، آتیش میزنه یا مسائل دیگه که پیش میاد، آیا همچنان باید بگیم که انسان یا قانون توی یک مرحله‌ای نیست که بتونه بعضی وقتا این تصمیم رو بگیره؟ ببینید ما کشور به قانون کشورداری میشه، باید قانون باشه. قانون کیفری اینا اغلب متأثر از تورات هستن، متأثر از قانون حمورابی هستن. اینها قوانینی بوده که گذاشته شده، قوانین مدنی، قوانین کیفری و باید انجام بشه. خدا میگه که شما هم همینطور باید از والیان، از حاکمان کشور خودتون هم اطاعت کنید. کشوری که بی قانون باشه، خب کشت و کشتار باشه، یا اسمش نمیشه گذاشت کشور. هرج و مرجه. ما در مورد هرج و مرج صحبت نمی کنیم. من شخصا من میگم شخصی که چیز گناه کرده، به اصطلاح کسی رو کشته یا تجاوز کرده، حقش زندانه. حالا لزوما شاید موافق با حبس ابد نباشم، ببخشید با اعدام نباشم، ولی برای حبس ابد میگم خوبه. برای اینکه تو حبس ابد افرادی رو دیدیم تو خود همون حبس ابد توبه کردن، فهمیدن، ایمان آوردن، ولی کماکان دوره چیز خودشونو باید به کمال برسونن. اگر بخششی خورد به خاطر رفتار خوب و اینا مطمئن شدن که فبا، ولی سالها تو همون زندان به قول خودمون میپوسن. حق کسی که میگه مزد و گناه موته، کسی که گناهی کرد باید با عواقب گناه روبرو بشه. حالا لزوما ما به این شکل نداریم که حالا خب یک مردی اومده دختر بچه‌ای رو تجاوز کرده و کشته، حالا نمیان که خود اون شخص رو بیان تجاوز بکنه، نمیشه مقابله به مسکن، ولی براش از نظر پولی هست که باز به نظر من پول درسته یک مرهم شاید زودگذر، ولی حقیقتاً مرهم نیست. شما نمیتونید یه همچین چیزی رو از قلب یک پدر مادر پاک کنید. این غمیه که دارن اینا، سخته برای این پدر مادر، ولی این فکر که اون شخص لااقل تو حبس ابد جایی هست که هم خودش امنه هم جامعه امنه، این تکرار نمیشه، خطری نیست برای بچه های دیگه. لااقل من شخصا خود من با حبس ابد مشکلی ندارم، ولی برای اعدام نه، اعدام روی خورده مشکل دارم. متاسفانه وقتمون تموم شد. بحث جالبی برای من شخصا بود و امیدوارم که عزیزان هم لذت برده باشن و به خیلی از سوالاتشون جواب داده شده باشه. اگه همچنان سوالی دارین در رابطه با
مسئله قصاص یا تلافی کردن میتونید در حین سوالات بپرسید. نیم ساعت اول برنامه تموم شد و از همین الان تلفن‌های برنامه باز هست، میتونید تماس بگیرید، همچنین از طریق پیامک ها هم میتونید پیغام ها و سوالات نوشتاریتون رو برای ما بفرستید. با ما باشید. قول داده بودیم که با برنامه جدید و متنوع بازم بیایم و مهمون خونه هاتون بشیم. قرار هست که به هر سوالی که توی ذهنتون هست، فرقی نمیکنه، اجتماعی باشه، خانوادگی باشه و یا الهیاتی، اگر یه علامت سوال توی ذهنتون کاشته جواب بدید. بله دوستان عزیز، در نیم ساعت اول برنامه در ارتباط با قصاص صحبت کردیم. همونطور که خدمتتون گفتم اگر سوالی دارین در این مورد میتونین بفرستین، یا اینکه سوالات متفاوتتون رو خوشحال میشیم که برای ما بفرستید و جوابگو خواهیم بود. تلفن ها هم باز هست، میتونین با ما در تماس باشید. ممنون از رضای عزیز که با ما در تماس بودین و تشکر کردین از برنامه. فرح جان ممنون از تماستون و گفتن خبر خوش که چند وقته که پسرم به عیسی مسیح ایمان آورده و خداوند جواب دعاهامو داد و سهند ایماندار شد. خدا شکر واقعا. ممنون از اینکه این خبر خوش رو با ما هم در میون گذاشتید. خدا هم شما رو برکت بده، هم سهند عزیز رو، و امیدواریم که در این سفری که شروع شده روز به روز پر از برکت و شادی باشه براتون. و ممنون و تشکر از امای عزیز از تماستون و تشکر از برنامه. بریم سراغ سوال دوست عزیزمون که پرسیدن که ازدواج هایی هست که یک طرف به طرف دیگه خیانت میکنه، ولی طرف مقابل چون در کلام گفته شده آنچه خدا میپیوندد به دست انسان باز نگردد، جدا نمیشه، ولی داره عذاب میکشه و بچهشون هم تحت تاثیر اونچه که در خانواده داره میگذره دچار آسیب شدن. واقعا باید چی کار کرد؟ گفتن که ما یک کلیسای کوچیک خانگی هستیم، ولی چند نفر این مشکل رو دارن. یکی همسرش ایماندار نیست ولی بقیه هر یکیشون همسرشون ایماندار نیست ولی بقیه هر دو ایماندارن، ولی خب این مشکل رو دارن. بله. و کلام خدا هیچ جا نمیگه اسمش کسی که این نه اسمش گفتم. برای این بیننده عزیز باید این رو بگم که لزومی نداره شما در درد و ناراحتی صرفا به خاطر این که طلاق غلطه، طلاق رو در مورد مسئله خیانت کلام خدا مجاز میبینه. بله. در مورد زنا این مسئله رو مجاز میبینه و اگر این قضیه تکرار میشه هیچ جای کلام نمیگه ما قورت بدیم به قول معروف از درون هی پر بشیم و پر بشیم، بالاخره منفجر میشه یه جایی. اگر این مسئله ادامه داره به نظر من طلاق یعنی مجاز هست در این مورد، چون که خیانت صورت گرفته و بچه ها این وسط مورد صدمه هستن. در هر حال در مورد مسئله زنا میشه، و اگر کسی باز ما در رسالات قرنتیان این رو میبینیم، پولس رسول اشاره میکنه میگه اگر کسی ایماندار هست، شوهر یا زن بی ایمان داره، به هر دلیلی که این شخص میخواد جدا بشه، شخص بی ایمان میتونه تقاضای طلاق بکنه و جدا بشه. شخص ایماندار نمیتونه سر قضیه ایمانی. ولی اگر خیانتی صورت گرفته این وسط، مسئله هست که به اصطلاح اون حریم ازدواج این وسط صدمه دیده، اگر میتونن ببخشن خودشون، این همسر به اصطلاح حالا چه زن یا شوهر، اگه میتونه ببخشه، بخشیدن به معنی فراموش کردنه. ولی این قضیه به این معنی نیست که اگر میخوان به این زندگی ادامه بدن یه بزنن تو سر زن یا شوهر که تو این کارو کردی، تو این بخشش نیست. این بخشش نیست. بچه‌ها اینجوری بیشتر صدمه میبینن. اینه که در این مورد میتونن طلاق بگیرن. ممنون، مرسی. آقای خسرو عزیز رو داریم بر روی خط از لندن. سلام بر شما. درود بر شما عزیزان. من بیشتر در رابطه با اون چیزی که سالی عزیز سوال کرده بود در اون میخواستم یه توضیح کوچولو بدم. سوالتون این بود که خب چرا توی
عهد عتیق هست چنین قوانینی برای قصاص، خب خدا هم خداست، ولی توی این عهد جدید ما این رو نداریم. به ایمان من خب بیشتر خیلی از اون قوانین برای قصاص به خاطر جنبه پیشگیری داشته، یعنی برای ترس مردم از مجازات و همین باعث پیشگیری جرم می شده. اما خدا همون خداست و شریعت رو عوض نکرده، تنها تفاوتش در اینه که تو عهد جدید خدا انسان رو عوض کرد و نه شریعت رو. به عنوان مثال همین الان مقایسه کنیم، مردم عادی، انسان‌هایی که از روح متولد نشدن، اونها رو با یک مسیحی که از نوع از روح خدا متولد شده مقایسه کن. اینجا متوجه میشیم که این انسانی که از روح متولد شده، از روح خدا متولد شده، اصلا جهانبینیش فرق میکنه. قدرت بخشش داره، محکوم نمیخواد بکنه. و اینجاست خدا دقیقا البته اشارهی کردن به صلیب مسیح، با اون کاری که خدا انجام داد انسان رو عوض کرد در عهد جدید. و اینجاست تو اون مسئله قصاص در مورد ما دیگه مقبولیت نداره که بخواه انتقام بخواه بگیریم، چون اون انسان رو عوض کرد، یعنی همون از روح خدا متولد شدن. اینو مطمئنم شماهایی که مسیح هستید متوجه هستید. خدا شما رو برکت بده. ممنون، مرسی. همچنین خداوند شما رو هم برکت بده خسرو جان، و ممنون از تماستون و موضوعی که مطرح کردین در رابطه با موضوعاتی که مطرح کردن شما هم صحبت کردید. موافق هستم با حرفایی که زدم برادر عزیز. ما در انجیل یوحنا باب 1 آیه 17 میگه که شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی از طریق به وسیله عیسی به ما رسید. میبینید در عهد عتیق بر اعمال استوار بود، ولی در عهد جدید بر روی دل استواره. میگه که اگر کسی در دل خودش نسبت به زنی نظر شهوت بندازه، فقط نظر شهوت بندازه، عملا این کار رو کرده. یعنی فکر مساوی عمله، دل انگیزه دل مساوی عمله، چیزی که در عهد عتیق نبوده. برادر عزیز ما خسرو بسیار درست اشاره کردن که خدا در عهد جدید انسانها رو عوض کرده، که البته در عهد جدید هم این مسئله بوده. ما میبینیم در مورد کالیب میگه که اما کالیب بنده من دل دیگه ای داره، روح دیگه ای داره. بوده در عهد عتیق، هم منتها در عهد جدید به خاطر کار صلیب ما میبینیم که این همگی رو فراگیر هست، مختص یه قوم کوچک به اصطلاح یهود فقط نیست، کاملا جهانی هستش این رو. من همونطور که گفتم در عهد جدید خدا دل ما رو پشت ذره بین گذاشته، زیر ذره بین گذاشته. انگیزه و نیت دله که براش مسئله هستش. و درست گفتن خسرو عزیز، میگه که به اصطلاح انسان رو عوض میکنه، کاملا درست و به جا گفتن. درست. بله. ممنون، مرسی. الناز عزیز هم گفتن که در رابطه با انجیل متی باب 5 آیه 31 و 32 گفته میشه که هر که زن خود را جز به علت بی‌عفتی طلاق دهد باعث زناکار شدن او میگردد، و هر که زن طلاق داده شده را به زنی بگیرد زنا میکند. آیا جمله آخر صرفا همان زمان هست یا همچنان این حکم وجود داره؟ گفتن اگه میشه لطفا راجع بهش توضیح بدیم. خب در مورد مسئله اینکه زن خودتون رو طلاق ندید همین جوری به غیر از علت زنا، واقعیت اینه که در یک مکالمه دیگه‌ای که بین عیسی و مردم هست، میگن که عیسی موسی به ما گفت که زن خودتو طلاق بدی، طلاق نامه بده. و آیا مسیح جوابی که برگشت داد گفت که آنچرا که خدا پیوست انسان جدا نسازد. این خیلی کلیدی است، میگه انسان جدا نسازد. خب میدونیم خیانت، زنا، اینجور چیزا باعث میشه که این رشته به اصطلاح پیوستن، آنچه که خدا پیوست، انسان خودش جدا میکنه این قضیه، یک پارگی ایجاد میشه این وسط. در مورد مسئله زنا وقتی میگه که زن خودتو به خاطر بی‌عفتی میتونی، ببینید کلام خدا میگه که موسی به خاطر سنگدلی شما به شما گفت که لااقل یه طلاق نامه بدید. چون این طور که ما در تاریخ
یهود میدونیم خبرداریم و به اصطلاح مدارک هست، مردم به هر علتی زن و خودشونو طلاق میدادن. مسئله فقط بی‌عفتی نبود، به هر علتی، اگه حالا دستبختش خوب نبود یا نمیدونم قیافش خوب نبود، حالا به هر دلیلی، خوب خونه داری نمیکرد، هر دلیلی رو باعث میشد که اینا طلاق بدن. برای اینکه جلوی این قضیه گرفته بشه میمدن طلاق نامه میدادن که یک سری حق و حقوق به این زن تعلق بگیره، نظر این که از گرسنگی نمیره، بالاخره یک حفاظتی باشه نظر قانونی حقوقی برای زن مطلقه. در مورد عهد جدید ما میبینیم که مسیح میگه که فقط در مورد زنا، فقط در مورد زنا این مسئله رو. البته الان کلیساها، رهبران کلیساها مسائلی رو مثل اعتیاد که شوهر یا زن به حدی میرسه که اعتیاد اونقدر زیاد میشه که به اصطلاح خونه زندگی دیگه از بین میره، یا میدونیم حتی سر قمار زن و بچه رو میبازن. بله. متاسفانه قمار خودش یه اعتیاد. بله. خب اینجور چیزا که میشه الان برای حفاظت خانواده طلاق رو مجاز میدونن، برای اینکه اولا ممکنه حالا یه زن یا شوهر، ما نمیخوام انگوش بذارم فقط رو شوهرها چون میدونیم زنایی هم هستن که شوهرهاشون رو کتک میزنن، به جهات استثناء هست، ولی اگر شوهر یا زنی به قصد کشت یا اونقدر بزنه که خطر جانی باشه برای یه زن یا شوهر، خب خود به خود مقامات کلیسایی میگن که بهتره برای حفاظت این زن و بچه به اصطلاح یا مست میکنن میان کتک میزنن. اینجور چیزا الان این تبصره ها هست، میتونن جدا بشن. اما واقعیت اینه که خدا ازدواج رو مقرر کرده و ازدواج یک پیمانه، یک قرارداد نیست. پیمان ازدواج برای خدا خیلی مهمه. برای همین همیشه میگم خوب دقت بکنید کیو انتخاب میکنید برای شریک زندگی. درست. خب حالا این قسمت دوم سوالشون که گفتن هر که زن طلاق داده شده را به زنی بگیر از زن باعث میکنه. زنای او میشه. چون زن مطلقه در هر حال اگه جوونه خب ازدواج میخواد بکنه. بله. یا اینکه نیازهای جنسی داره، ممکنه ازدواج رسمی انجام نده ولی به خاطر اینکه قبلا در رابطه زناشویی بوده باز دوباره ادامه بده، این خطر هست. یا اینکه مردای دیگه نقشه کشیده باشن برای زن مطلقه. چون زن مطلقه در جامعه اسم خوبی نداشت. درست. اسم خوبی نداشت و معمولا تا اونجا که میشد قانون نظر حقوقی سعی میکردن محافظت بکنن زن رو که همین جوری چیز نشه، به اصطلاح بیرون انداخته نشه، سعی میکردن محافظت بشه و اگر ازدواج میکنن، وقتی که زن یا شوهر یکیشون طلاق میگیره میره ازدواج میکنه با یکی دیگه، دیگه خب این وسط زن مونده، بالاخره باید ازدواج کنه. اگر ازدواج نکنه مسائل جنسی ممکنه این رو به انحراف بکشه. اینه که برای این مسئله که میگه باعث طلاق باعث زنای اون میشه، این چندین و چند جنبه داره این آیه. نمیتونیم همینجوری برگردیم بگیم چون طلاق گرفته ازدواج نکرده، ازدواج نکرده خب این زنا حساب میشه، ولی اگر ازدواج بکنه چون شوهر رفته یکی دیگر رو ازدواج کرده میتونه این شخص ازدواج کنه، زنا محسوب نمیشه. یعنی زنی که طلاق داده شده، ببینید زن اگر... شوهر بر. اینا طلاق گرفتن بس. شوهر رفت با یکی دیگه ازدواج کرد، این مونده. بله. حالا این حقشه که ازدواج کنه. بله. اگر ازدواج نکنه به انحراف کشیده بس. میشه. این ازدواج دیگه زنا نیست. خب اگر حالا شوهرش ازدواج نکنه چی؟ یعنی این حق نداره که ازدواج کنه؟ یه خورده خاکستریه این قضیه. نه اینکه معمولا سعی میکنن مشاورین اینها رو به هم برگردونن. خب حالا شاید همون دلایلی باشه که مثلا خیانت باشه یا هر شاید مرد اگر خیانت باشه قضیه فرق میکنه. نه مسئله خیانت فرق میکنه، ممکنه دو تا تفاهم نداشتن. خب یا اعتیاد باشه یا میگم هر مسئله اعتیاد. آره اعتیاد مسئله نیست. بالاخره مثلا زن توی یه جامعه مخصوصا بله شاید به احتیاج به آسیب پذیرتر هست، حالا از نظر مالی، از نظر احساسی، از نظر جنسی، حالا هر چیز دیگه.
شاید اون مرد به هر دلیلی نخواد ازدواج کنه. شما مسئله مالی رو مطرح کردید. مسئله فشار مالی رو زنا خیلی زیاده. حالا الان خوشبختانه خب همه باسوادن میتونن برن سر کار و اینا، ولی در جامعه‌ای که اون زمان بود دخترها رو که نمیفرستادن برن مدرسه. اینها هیچ گونه حرفه‌ای نبود. وقتی طلاق داده میشد اغلب اینها به فاحشگی کشیده. من نمیخواستم این مسئله رو مطرح کنم ولی آدم مجبوره بگه. میگه باعث زنای این شخص میشه برای اینکه برای امرار معاش زندگی مجبور میشه به این تن به این کار. ولی من یعنی آخه چیزی که میخونی توی متن کلام میگه که هر که زن طلاق داده شده را به زنی بگیرد زنا میکند. این یعنی چی؟ شخص مرد به اصطلاح بله. مرد زنا میکنه. نمیدونم. اینجا رو من احتیاج دارم بیشتر مطالعه بکنم در این مورد، ولی در مورد مرد چون که آیه خیلی همین قدره. اگه زنی رو که مطلقه هست، اگه کسی دیگه ای اون رو نه، من این رو میگم اگر شوهر ازدواج نکرد یا زن دوتاشون، اگه یکیشون ازدواج کرد اون یکی میتونه ازدواج کنه، مسئله ای نیست. ولی اگر ازدواج نکردن بهتره که بمونن همینطور. درست. بله. یه خود سخت این مسئله ببخشید ولی بله درست. مرسی، ممنون خاله جان. یه ساعت کوتاه داشته باشیم و عزیزان شما هم همچنان فرصت دارین که سوالاتتون رو مطرح کنین. بریم یک موزیک ویدیو ببینیم بشنویم برمیگردیم. تجلی محبت شد نجات تو برای ما، منو یاد تو میندازه همه زیبایی دنیا. همین که تو رو تو قلبم واسه یک لحظه حس کردم، شدی نیاز قلب من، همش پی تو میگردم. میدونم که صدای تو ندای عشق و احساسه، واسه اینه که قلب من به آوای تو حساسه. میدونم که صدای تو ندای عشق و احساسه، واسه اینه که قلب من به آوای تو حساسه. بله دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم در ادامه صحبت هامون و سوالاتی که شما از آن برای ما فرستادید.
و بریم سراغ صحبت داوود عزیز که گفتن که به نظر من کسی که چشم ناپاک داره در دل زناکار هست، کسی که حق کارگر یا شخص فقیر رو نمیده تخم خشم و گناه رو کاشته، کسی که یک کودک کارگر رو میبینه و میتونه کمک کنه و نمیکنه بذر جنایت و انتقام کاشته، کسی که شخصی دیگری رو در جمع تحقیر و مسخره میکنه در واقع باعث قتل نفس یک انسان شده و به همین ترتیب همه جنایات در جامعه ما یا حداقل درصد بالایی از جنایات میوه یک گناه به ظاهر کوچک در گذشته اشخاص در اون جامعه هست. بله درسته، واقعا داوود جان منم شخصا موافق هستم با صحبت‌های شما و خیلی از کارهایی که بعضی وقتا ما انجام میدیم شاید به ظاهر یک گناه بزرگ نیاد، به قول شما قتل به نظر نیاد، ولی وقتی که واقعا بعضی وقتا انسانیت میره زیر سوال همون هست، فرقی نمیکنه. در صورت ممنون و فراموش نکنید عزیزان سوالاتتون رو بفرستید، همچنین درخواست های دعاتون رو در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن، حالا یا برای خودتون یا برای اطرافیانتون، دوستانتون، آشنایانتون در دعا خواهیم بود. و بریم سراغ سوال یکی از دوستان عزیزمون که گفتن خواستم ببینم که اسم اصلی دانیال نبی به زبان عبری چی میشه و معنی اسمش چی هست. دانیال نبی همون دانیال اسم عبریشه در واقع، درست. آنچه که نبوکدنصر بهش چیز داد در دربار خودش بهش گفت که تو بلتشصر اسمشو گذاشت، ولی کماکان دانیال هستش. معنی دانیال هم یعنی خدا داور من است، یعنی اسم اصلیش همون دانیال بود ولی نبوکدنصر عوضش، برای اینکه دانیال، شدرک، میشک، عبدنگو اینا رفتن به اصطلاح اسارت بابل و در بابل اسم اینها رو عوض کردن، اسمای بابلی دادن بهشون که بلتشصر مال دانیال بود. بعد شدرک، میشک، عبدنگو هم که اسمای خودشون رو داشتن، یادم هم نیست اسمشون چی بوده، ولی معنی اسم دانیال یعنی خدا داور من است. بسیار عالی، مرسی. دوستی گفتن که مادر، بله خب بریم اول تلفن رو بگیریم. بله سهیلای عزیز بر روی خط هستن، سلام بر شما. سلام خواهر عزیزم، خوب هستین؟ قربان شما، درود خداوند بر شما باشه. ممنون، تشکر، در خدمتتون هستیم. قربان شما. ببخشید من مشکلی که برام پیش اومد، دو سه بار از همسرم جدا شدم بعد از 25 سال زندگی و بعد از 5 سال زندگی دو سه بار ازش جدا شدم و طبق قانون کشوری که زندگی میکنم باید بعد از دو بار طلاق ازدواج مجدد داشته باشی تا بتونی دوباره با همسرت ازدواج کنی و دوباره من این کار رو کردم و دوباره جدا شدم و دوباره برگشتم پیش همسر اولم و متاسفانه ایشون، من بعد از این همه مشکلات متوجه شدم که ایشون سلامت روحی و روانی ندارن، مشکل دارن و متاسفانه یکی از خواهرایی که در ایران بود میگه خدا محبت است و محبت تو باید همش ببخشی، یعنی اگر یک زن در یک روز باید 70 بار همسرشو ببخشه. متاسفانه بعد متوجه شدم که ایشون اشتباه من راه نمایی میکرد و نخواسته من خسارت خوردم و الان در حال حاضر من 2 سال عقد این آقا هستم که اصلا من اعتقادی به این چیزا ندارم، ولی خب از لحاظ قانونی کشوری جایی که زندگی میکنم قانونا به این آقا، یعنی همسر این آقا هستم، ولی این آقا رو اصلا نمیبینم. این آقا هیچ تعهدی در رابطه با هیچ یک از مسائلی که باید انجام بده نمیده، هیچ مسئله هیچ چیزی در رابطه با من انجام نمیده. واقعا خندم میگه، جایی ازم سوال میکنن مجردی؟ نمیدونم بگم مجردم، هم میگن متأهلی؟ نمیدونم بگم متأهلم. تکلیف خودم رو با خودم نمیدونم چیه. الان واقعا موندم که من چیکار باید بکنم و چیجی. البته این آقا چند وقت پیش گفت میخوام برگردم که من قبول نکردم، چون این آقا در زنا هم همیشه بوده و هست و گفتم نه دیگه اجازه نمیدم، من مورد از بازیشه شما نیستم، من
عزیز خداوند هستم و دیگه ارزش خودم رو متوجه شدم و اجازه ندادم که دوباره برگرده بیشه من. چون اگه میمد دوباره میرفت و بهتر این بود که نباشه. وقتی نباشه خب من خیالم راحته که نیست. یه نوع یه روال زندگی رو پیش میگیرم و با اون روال زندگی تو آرامش زندگی میکنم. دو تا فرزند دارم، دو تا فرزندم و خودم دارم سپورت مالی، مادی، معنوی میکنم، روحی، فکری. خیلی عشق به بچه هام میدم، زندگیمو وقت به بچه ها کردم، چون ایمان بر این دارم که امنیت یعنی ایمان، ایمان یعنی به بچه هام عشق بدم، به عزیزهایی که از منم، قلب من متعلق به خود من نیست، من از مسیح یاد گرفتم، پای صلیب به خاطر من رفت، پس من باید درجه یکام محبت کنم، خدمت کنم و من موندم و خلاصه این بار مسئولیت رو به گردن کشیدم و دارم زندگی من. از زندگی من خیلی راضیم، خیلی خوشحالم، چون در ایمان خداوند هستم. یعنی واقعا از روزی که ایمان به خداوند آوردم دیگه اون ترس رزق و روزی و فردا و نمیدونم کوری و پیری و این چیزها رو اصلا ندارم. یعنی من امروز انقدر خوشحالم، چون نگران چی باشم وقتی خداوند شبان من هست؟ یعنی اگه به این کلمه ایمانم قویه دیگه چیزی ترس ندارم. ولی این آقا دوباره هی اصرار میکنه که برگرده و من اصلا اجازه نمیدم و دوست ندارم دیگه برگرده. سهم و نقش من اینجا چی میشه؟ سهیلا جان یه سوال ازتون دارم. توی این شما گفتید مثلا که دوبار طلاق گرفتید آره. و دوباره ازدواج کردین با این همسر دوبار طلاق بود. گرفتم با یه آقای دیگه ازدواج کردم و با این آقا که ازدواج کردم دوباره طلاق گرفتم از اون آقا، دوباره اومدم به همسر اولم. این رو به خاطر قانونی که گفتید در اینو گفتید به خاطر قانونی که محلی. بوده این کار انجام دادین؟ قانون کشورم من چون بعد از دوبار عقد بعد از دوبار طلاق نمیشه دوباره ازدواج. میشه بپرسم که دلیل این که میخواستید دوباره برگردید به همسرتون چی بود؟ میخواستید دوباره بستگی های ناساله مثل اعتیاد تازه متوجه شدم. نه شما میخواستید دوباره با همسرتون ازدواج کنین، دلیلش چی؟ شما جدا شدیم دوبار، چی شد که دوباره تصمیم گرفتین که برگردید به همسرتون؟ چون خیلی احساس تنهایی میکردم، احساس بی‌کسی میکردم، احساس ناامنی میکردم و فکر میکردم این آقا میتونه منو تو امنیت قرار بده. فکر نمیکردم گارانتی من چیه، ولی امروز این گارانتی اصلی رو پیدا کردم. پدر آسمانی من منو گارانتی میکنه. نگران چی باشم؟ اون لحظه به دنیا آمدن و مرگ من امروز امروز آگاهم، اون موقع آگاه نبودم. چند وقت شما ایمان آوردین سایلا جان؟ 4 ساله. درست. امسال 5 ساله. ولی الان 2 سال هست که برگشتید دوباره به همسرتون به شوهرتون. خب چون این خانمی که شبان من بود به من میگه باید برگردی. و شوهرتون هم ایمان دارن؟ نه. بله خب ممنون، مرسی سایلا جان. ولی بچه ها خانوادم خدا رو شکر در کنار من ایمان دار شدم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، مرسی سایلا. ولی خب الان فقط سوالی که من از شما عزیزان دارم اینه، من باید چیکار کنم؟ آیا کاری که دارم میکنم مراقبت از خودمه و دیگه صلاح نمیدونم بیشتر از این مورد آزار اذیت قرار بگیرم؟ و طبق قانون کشورم که دارم زندگی میکنم اینجا خب یه مهریه ایه، یه حق حقوقی برای زن قائله. اگه قرار من از این آقا جداشم با تا هر حد و حدودی که بابت ایشون باید پرداخت کنه باید پرداخت کنه، من کوتاه نمیام. آیا این گناهه؟ دارم گناه تو گناه هم نمیدونم، این برای من مسئله یا همینجور ببخشمش بره؟ درست. این دوتا سوال منه، اگه جواب بدید ممنونم. حتما. خیلی ممنونم، مرسی سایلا جان. بر شما باشه. مرسی ممنون، تشکر سایلا جان از تماستون و صحبت‌هایی که ارائه دادید. مطمئنا خواهر لوئیس صحبت زیاد دارن، اما من شخصا پیشنهاد میکنم که با مشاور هم در تماس باشین، با روانشناس حتی اگر هست، به خاطر این رفت و آمدهایی که اتفاق افتاده، جدایی‌ها، آشنایی‌ها و دوباره طلاق هایی که اتفاق افتاده. من فکر می کنم احتیاج دارید که با مشاور و روانشناس هم صحبت کنیم، ولی حالا از جنبه روحانیش خاله‌لوئیس عزیز هم حتما راهنمایی خواهند کرد. خب من فقط اینو برگردم بگم که میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. این ازدواج 3 بار در واقع 2 بار طلاق گرفته شده، یه ازدواج دیگه، دوباره یه ازدواج.
که البته به سبک اسلامی بوده، برای اینکه دو تا طلاق بعد باید یه محلل باشه این وسط که بعد دوباره برگردن به شوهر. خب ایشون تمام این مراحل دینی و مراحل قانونی این مسئله رو به این شکل ادامه دادن. ایشون میگن 4 سال ایمان آوردن ولی 2 ساله که برگشتن به ایشون برگشتن، و طبق حرف خودشون هم بر اساس ناامنی و تنهایی و در حال این چیزا بوده. البته دفعه آخر میگن که به خاطر راهنمایی که شده که به خاطر میخوام همینو بگم وقتی که یک بار دو بار اتفاق میفته دوباره برمیگردن به عموشک، گفتم که سالی که نکوس از باردون، اول وقتی که توافقی نشد، دوم نشد، دیگه تمومه. مشخصه که این دو نفر نمیتونن با هم دیگه به اصطلاح کنار بیان، تفاهم نیست این واسه، مضاف به این که از دو ایمان مختلف هستن الان. خب باز مضاف به این مسئله ای که طبق حرف ایشون این آقا کماکان با در خیانت دارن زندگی میکنه، اینه که صرفا به خاطر اینکه اسم این آقا رو سرم باشه و رو من باشه و رو بچه ها باشه، دیگه تصمیم البته دست خود سهیلا جانه، ولی اینطور که از شرایط ما میبینیم بهتره که با یک مشاور درست به اصطلاح صحبت بکنن. و بخشش همیشه ما یک چیز غلط داریم از بخشش، میگیم آه هر چی شده ما ببخشیم. نه، بخشش برای خودش یه قانونی داره، همینطوری نیست. شما میتونید در دل ببخشید ولی برای به اصطلاح زندگی خودتون تصمیمتون رو بگیرید. این به این معنی نیست. من حالا نمیدونم کسی که ایشون رو مشورت داده این خانم از نظر موقعیت در چه شرایطی بوده و اینا، نمیتونم در اون مورد قضاوت بکنم، ولی این مسئله که ببخشیم ما چشم‌پوشی بکنیم، خیانت رو چشم‌پوشی بکنیم، به اصطلاح دو بار سه بار طلاق و ازدواج رو، این یه خورده خودفریبیه به نظرم. یه خورده ببخشید این کلمه رو البته استفاده می‌کنم، ساده لوحان است. واقعیت امر اینه که الان دو تا تفاهم ندارید، دو تا ایمان مختلف هست. این آقا باز کماکان می‌خواد ساز خودش رو بزنه، شما همینطور میگید الان احتیاجی ندارید از نظر مالی یا نظر چیز، وضعتون درسته. حالا اگه مسئله مهریه رو بخواید مطرح بکنید، خب اون دو بار سه بار ازدواج کردید، این هر بار مهریه بوده، آیا دفعات پیش مهریه‌تون رو گرفتید ازش یا نه؟ چجوره این مسئله مهریه رو؟ من زیاد یعنی این میسپارم به خودشون بخوان هر جوری تصمیم بگیرن در این مورد، ولی اگر واقعا میخوان از این مسئله آزاد بشن، شاید طبق چیزی که گفتید یک مشاوری چیزی رو ببینن و برن جلو برای جدایی. ولی من حالا شخصا من اینجا نه معلمم نه کارشناس نه چیزی، ولی پیشنهاد درستی دادید چیزی که مثلا در ارتباط با حتی مهریه یا حالا در ایران مسائلی هست مثل نفقه یا اینجور مسائل، خب یه چیزهای قانونی هست که ما گفتیم که در قانون چیزهایی که هست، خب من فکر میکنم که باید اطاعت بشه و انجام بگیره و فکر نمیکنم گناهی باشه این وسط. اگر احتیاجی هست و یه حقی یه قانونی اینجا هست که در واقع با تفاهم طرفین انجام گرفته، حالا اون زمانی که از روی حالا عشق بوده یا هر چیز دیگه و حالا که اتفاق افتاده، اگر لازم هست، من شخصا فکر میکنم که گناهی نیست که آدم بخواد حقش رو بگیره، البته از راه قانونی و درست. ولی دقیقا در ارتباط با صحبتی که سهیلا جان کرد، خیلی جالبه که منو برگردوندن به یکی از دوستان قدیمی که دارم که متاسفانه این شخص، شاید بهتون بگم که سالیان سال با همسری داره زندگی میکنه که علناً همسرش نیست، یعنی شاید بگم یک سال دو سالی یک هفته دو هفته میاد میره، و با اینکه این خانم بچه داره از این شخص، و فقط و فقط حالا اون شخص اولش میگفتش که ایمانم آورده بود خانم، ولی اول که میگفت به خاطر ایمانم به خاطر عشقم، و هنوز هم نشسته پای شخصی که متاسفانه همسرش در زنا هم هست، یعنی دائما خیانت میکنه و هر از گاهی یه سر میزنه دعوا میشه دوباره میره، یعنی اصلا کاملا یه زندگی خیلی آشفته، و این وسط چقدر بچه اینها ضربه خورد، این بچه دوچار مشکلات روحی شده که الان معلولیت روحی بهش دادن فقط و فقط به خاطر مسائلی که واقعا بین این زوج اتفاق افتاد. و ما بعضی وقتها لازم هست که فکر کنیم که این وسط بچه ها اصلا ما موافق طلاق نیستیم، و ولی خب لازم هست یه جاهایی فکر کنیم که ببینیم که کدومش ضررش کمتره یا بیشتره.
در هر صورت ممنون سهیلا جان از تماسی که گرفتید، براتون در دعا خواهیم بود و امیدوار هستیم که راه درست رو انتخاب بکنید و از حالا از امروز حتی شده واقعا به طور کامل تکیه کردن به خدا و توکل کردن به خدا، چون خیلی وقتا ما به جاهایی که میرسیم به خاطر ترس هایی هست که داریم، همون ترس از تنهایی، ترس از بیخودی، ترس از ناامنی، دقیقاً و اینها هست که واقعا ما رو اسیر میکنه. اینجور مواقع فراموش میکنیم که حقیقتاً اولین مرجع برای ما خدا هستش. اون امنیت ما، اون پناهگاه ما، و اول خدا رو دوست داشتیم بعد خودمون رو دوست داشتیم. این خیلی مهمه که خودمون رو دوست داشته باشیم. مرسی، ممنون. یه ساعت خیلی کوتاهی دیگه داشته باشیم عزیزان، در خدمتتون خواهیم بود. یک فصل دیگه از برنامه‌های زنده ما رو به پایان هست، اما خبر خوب اینه که در فصل جدید با برنامه‌های متنوع و مهیج از 27 شهریور با شما خواهیم بود. بله، در واقع ویدیو کوتاهی که دیدین خدمتتون گفت، من هم باز میگم که اگر به یاد داشته باشید ما هر سال یک بریک کوتاه داریم، حدود تقریبا یک ماه که برنامه ها به صورت پخش زنده نخواهد بود، اما در این مدت شما عزیزان میتونید برنامه هایی که به صورت تکرار هست رو ببینید. برنامه ها انتخاب میشه و شما عزیزان میتونید هر سه شنبه همچنان ساعتی که برنامه ها رو به صورت پخش زنده میدیدید ببینید و دوباره از 27 شهریور یعنی 18 سپتامبر در خدمت شما خواهیم بود. تقریبا فکر میکنم دو سه هفته دیگه هستیم در خدمتتون، یعنی در واقع در اواخر جولای، نمیدونم به ماه ایرانی چی میشه مشخصش میگم، حتما میگم، فکر میکنم توی البته ویدیو گفته شد. بله، مرداد ما الان در تیر هستیم، الان تیر، بله فکر میکنم در مرداد خواهد، بله بین مرداد و شهریور، بله یک ماه و نیم تقریبا تعطیل هستیم، ولی خب ما تعطیل نیستیم، یه سری اتفاقات جدید خواهد افتاد، اما همچنان با هم در تماس خواهیم بود. شما هم عزیزان همچنان سوالی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید برای تغییر برنامه، اگر صحبتی دارید خوشحال میشیم که بشنویم ازتون. پس حالا تا اون روز من باز هم تکرار خواهم کرد و یادآوری خواهم کرد. خب ممنون از رضای عزیز که با ما در تماس بودین و گفتن که تشکر کردن، گفتن صادقانه بوده که اگر صحبتی رو، سوالی رو نمیدونستین جوابش رو گفتین، این خیلی خوب هست و این شجاعت خودش خیلی زیبا هست. مرسی، ممنون رضا جان. و بله خب مواقعی ممکنه پیش بیاد، چون همون لحظه سوال پرسیده میشه و بعضی وقتا لازم هست که در واقع واقعیت اینه که ما جستجو کنیم و بله خب اندک معرفتی کلام خدا میگه داریم. بله دوستان، همچنان فرصت باقی هست، اگر میخواید درخواست های دعاتون رو بفرستید، در آخر برنامه دعا خواهیم کرد، چون من الان که دارم میبینم تعداد دعاها زیاد نیست، پس فرصت دارید اگه بخواید بپرسید. شبنم عزیز پرسیدن، گفتن که مادر بزرگ من چندین ساله که به رحمت خدا رفتن و من خیلی دوستشون داشتم، ولی خواب دیدم که اومدن بهم گفتن دلم آش میخواد، برام آش بیا. البته من شنیدم که در مسیحیت خیرات برای اموات معنی و مفهومی نداره، ممکنه راهنمایی کنید که با وجود این خواب باید من چی کار کنم؟ من میگم که لزوماً هر خوابی از خدا نیست، ممکنه حالا خواب دیدید خب از شما آش خواسته، شاید آش مورد علاقهش درست بکنید خودتون بخورید، ولی اینکه وردارید بدید به یکی دیگه باز به خودتون مربوطه، برای اینکه یه خواب معمولیه، نمیتونم بگم این خواب از خدا هست. راستش بخواید مادر بزرگتون رو دوست داشتید، ازش خواب دیدید، آش خواسته، آش بپزید، یا خودتون بخورید یا بدید به دیگری، ولی به عنوان اینکه خیرات باشه و نمیدونم ورد و از اینجور چیزا، نه ما اینو نداریم، اینو نداریم. نه، ولی آیا میشه مثلا اون آش رو حالا درست کنم بدم به چند نفر که نیازمند هستن؟ آره 100%، جاییشون باشه می دیگه گنده درست میکنم میبرم. کاش اینجا بودید برای ما خیابون. آره خیابون به هر کسی که میخواست میدادم. بله درسته.
ناصر عزیز سوالی پرسن، گفتن آیا انبیای دیگر هم به غیر از عیسی معجزاتی داشتن؟ ما از موسی مگر معجزات نمیبینیم؟ عصای موسی تمام، اتفاقا بیشتری معجزاتی رو که ما این وسط دیدیم در دوران خود موسی و همینطور در دوران یوشع، ما در هر دوره میبینیم افرادی هستن معجزاتی بوده این وسط. نه به غیر از عیسی باز داریم، بله خیلی هستن معجزات انجام دادن. درست. در زمان خود پولس، پولس وقتی که مار تو به اصطلاح نیشش زد، میگه مار از دستش یه افعی، در واقع اینطور که کلام خدا میگه، میگه از دستش آویزون شد و همه فکر کردن یه الان آماس میکنه و ورم میکنه و میمیره و دیدن طوری نشد. یا اینکه خود پولس ما میبینیم دعا میکنه برای اون پسر بچه‌ای که به اصطلاح رو پنجره نشسته بود، در حین صحبتاش این خوابش میبره، بچه پرت میشه پایین میفته، این میاد براش دعا میکنه، برمیگرده دوباره به موعظه خودش ادامه میده. یا میبینیم ایلیا چه معجزاتی کرد برای اون چیز باران رو ما میبینیم، ما در مورد چیز ساعت به اصطلاح زمان الیشا ما میبینیم ساعت برمیگرده. در کتاب مقدس از همون شروع ما نگاه بکنیم، ما مرتب معجزات رو این وسط میبینیم. تنها معجزات نبوده، در زمان خود به اصطلاح ایلیا ما میبینیم مرده زنده شد، ما در زمان الیشا باز میبینیم مرده زنده شد. یا اینکه عرابه ها رو دیدن، چشم گفت چشم این چیز منو باز، غلام منو چشمشو باز کن که بتونه این عرابه ها رو ببینه، و میبینیم چشمان جهازی باز میشه. در این مورد معجزات بوده، خدا از معجزات برای صحبت با قوم خودش خیلی استفاده کرد. درسته. دوستی گفتن که شوهر من خیلی بد اخلاقه، همیشه دل منو میشکنه مخصوصا توی جمع، میخواستم بدونم که آیا عیسی مسیح خودش جواب اینجور آدم ها رو میده؟ آخه من خیلی آدم ضعیفی هستم. جالبه. خب من میخواستم پیشنهاد بدم به ایشی حالی که میگن چون آدم ضعیفی هستم یا خورده حالا حرفم رو پس میگیرم، میخواستم بگم اگه میشه به شکل خصوصی با ایشون صحبت بکنید و بگید احساس خودتون رو بهشون بگید، محکومش نکنید. من در یه سری مطالبی که دروسی رو که داشتیم قبلا، برنامه‌هایی رو که داشتیم، گفتم انگشت تهمت به طرف ایشون دراز نکنید، ولی اگر میتونید، اگر میتونید ازش یه وقتی بگیرید با همدیگه خصوصی، حالا بیرون از خونه اگه بچه دارید تو خونه این صحبت رو نکنید، یه کسی مواظبت بکنه بچه شما، برید بیرون یه رو خودتون اول کار بکنید، با عصبانیت نگید این مسئله رو بهش، ولی شروع کنید بگید که کاری که میکنی در من این احساس ایجاد شده، من احساسمو میخوام بهت بگم، میشه صادقانه ازت بخوام که لطفاً دیگه این کار رو با من نکنی، چون من خیلی احساس تغییر میکنم و دوست ندارم این مسئله رو که به اصطلاح جلوی دیگران منو تغییر میکنی. این لازمش اینه که شما با هم حرف بزنید. بهترین پیشنهادی که میتونم بدم اینه که ازش وقت بگیرید، با هم دیگه صحبت بکنید در این مورد، و احساس خودتون رو با جوری که به اصطلاح توهین نباشه، جوری که اونو محکوم نکنید، چون ممکنه خیلی وقتا بدون اینکه متوجه باشه این کار رو میکنه، چون پشت هر این میگن آدم زخمی میکنه، شما نمیدونید پشت این کار چه چیزی نهفته است، چه ریشه ای هست. برای همین اول رو خودتون کار بکنید، انتخاب بکنید چه کلماتی رو میخواید بهشون بگید، اگه لازم هست بنویسید، تمرین بکنید این مسئله رو، باش احساس خودتون رو خیلی راحت بدون اینکه عصبانی بشید، بدون اینکه گریه کنید، از گریه استفاده نکنید لطفا به عنوان اسلحه، و چون کارگر نیست، گریه تمام صحنه رو عوض میکنه، مردان سخته براشون دیدن گریه زن. اینه که صحبت بکنید و با هم دیگه به توافق برسید، احساستون رو بگید بهش، چون اگه یه وقت صحبت نشه اصلا شاید اون شخص نمیدونه که این باعث رنجش شده. حالا اگر هم واقعا براتون سخت هست که صحبت کنید، شاید لازم هست که استفاده کنن، حالا نمیدونم از مشاور یا دفعه اول بهتره تنهایی با هم صحبت بزنه، اگر به جایی نرسید، به نقطه این نرسید، شاید لازم بشه کمک بگیرن. در این مورد خب امیدوار هستیم که مشکلتون حل بشه. عزیز ناصر عزیز هم گفتن اگر فردی تازه ایماندار شده باشه، اما قبل از این خانوادش متوجه بشن، قبل از اینکه خانوادش متوجه بشن از دنیا بره و در گورستان مسلمانان با مراسم اسلامی دفن بشه، تکلیف این فرد چی میشه؟ آیا کلن
مشکل داره فرد مسیحی در گورستان مسلمانان به خاک سپرده بشه؟ نه ناصر عزیز، جسم میمیره، روح زنده است. در لحظه‌ای که ما چشم رو میبندیم، در اون ابدیتی که خدا برای ما قرار داده، ما اونجا چشم باز میکنیم. مهم نیست جسم کجا باشه، میخواد سوخته بشه، میخواد بندازن تو دریا، میخوان تو گورستان نمیدونم هر جایی بخوان دفن بکنن، اون مسئله نیست. اینه که فکرتون رو با این مسئله مشغول نکنید که حالا اگر یه همچین موردی شد نمیدونم چی و اینا، چیزای تکنیکی مضافه زایده با قول معروف. آنچه که مهمه و آنچه که خدا میبینه دلتون هست و ایمانتون هست، در هر شرایطی باشید در دفتر حیات خدا، منظورم در مسیحیت در ایمان، اسم مکتوب شده. حالا میخواد جسم اون سر دنیا در قعر دریا باشه، چون خیلی از افراد میبینیم زیر آوار میمونن، نمیدونم زیر چیز له میشن، یا در دریا کوسه میخوره اینا رو، این تکلیف اینا چیه؟ اینکه جسم مسئله نیست، مسئله روح هستش، روح زنده است. بله مرسی. آرسین عزیز هم گفتن که آیا واقعا شهرت، مقام و قدرت بد هستن؟ چون من کارم موسیقی و نویسندگی و هنر و هنره و طبیعتا در هر سه بخش دنبال شهرت هستم و رویام اینه که در بزرگترین استادیوم های دنیا کنسرت برگزار کنم. احساس میکنم وقتی به شهرت و ثروت برسم، یعنی از تمام لطف هایی که خدا در حقم انجام داده به نحو احسن استفاده کردم و باعث خوشحالی خداوند هم شدم. اگر اشتباه میکنم لطفا تصحیحم کنید. آرتین عزیز، شهرت بد نیست، ثروت بد نیست، مهم نحوه استفاده از اینها هست. شما شاید آگاه باشید در رسانه ها ما افراد بسیار مشهوری رو میبینیم که ایشون ایماندارم هستن، پولدارم هستن، ولی اسیر پول بودن، اسیر شهرت بودن مسئله هستش. شما با این شهرت و ثروت چطور میخواید برای جلال خدا استفاده بکنید، اون مهمه. ثروت بد نیست تا زمانی که بدونید که این ثروت رو خدا داده به شما و از اون برای خدمت براش استفاده بکنید. شهرت بد نیست اگر در جایی قرار میگیرید که میتونید یک نماینده خوبی برای اسم خداوند باشید. نحوه استفاده از شهرت و ثروت مسئله هستش. و خدا رو شکر میکنم موزیسین هستید، دوست دارید که در استادیوم های بزرگ بنوازید. آمین میگم به این آرزوتون، آرزوی بدی نیست، فقط مواظب دلتون باشید. کلام خدا میگه که دل خود رو محافظت کن. در هر جایی از طبقه اجتماعی، ثروت، شهرت، در هر جایی قرار گرفتید، ارجحیت اول شما خداوند باشه، مسئله ای نیست بقیه چیز. ولی خب خیلی راحت هست که توی شهرت و ثروت آدم یادش بره، یادشون باشه. برای همین تاکید کردم خیلی سخت. معمولا آدم توی متاسفانه توی حالا موقعیت‌های سخت، توی بی پولی بیشتر یاد خدا میفته. ولی زمانی که حالا به شهرت، بعضی وقتا حتی توی خدمت هم همینطوره واقعا. یعنی توی خدمت حتی به عنوان یک کشیش یا به عنوان یک خادم کلیسا بعضی وقتا یادت میره یا سخته واقعا، که باید دائما یاداوری کنی خودتو که تو برای چی اینجا هستی. دعا، دعا هر روز از خوندن کلام هر روز است. اگه هر وقت وقت کردم دعا کردم، هر وقت وقت کردم کتاب مقدس خوندم، اینجور موارد احتمال فراموش کردن خدا، مقام خدا در زندگی خیلی شدید خواهد بود. ولی اگر خودمون رو دیسیپلین بدیم، هر روز وقتی رو بذاریم برای خدا، چه برای کلام خدا، چه برای گفت و شنود با خدا، در دعا امکان نداره فراموش کنیم. درسته. بله بله، یکی از دوستان عزیزمون هم گفتن که من چجوری میتونم صدای خدا رو بشنوم، چه راهکاری دارید برای من، چه ساعتی از شبانه روز بهتر میتونم با خداوند خلوت کنم و صداش رو بشنوم و چگونه؟ ساعت روز مهم نیست چه روزی باشه. اول این رو بگم که بعد در مورد شنیدن صدای خدا بگم. شما ببینید در طول روز خودتون چه وقت مناسبی دارید که بتونید یه چیزی حدود بین 15 دقیقه 20 دقیقه تا نیم ساعت وقت بدید برای موندن در حضور خدا. اولا اون وقت رو خودتون باید، حالا میخواد صبح زود باشه، برای من شخصا اگه صبح زود، یعنی قبل از اینکه از تخت بیام پایین، اگه من دعامو نکنم، کتاب مقدسمو نخونم، میدونم در طول روز وقت نخواهم کرد، درگیر کار و اینا میشم، نمیتونم. بنابراین برای من
وقت صبح مناسبه. خیلی ها هستن از وقت نهارشون برای این کار، چون صبح زود باید برن سر کار، اینکه خیلی زودتر بیدار بشن وقت بدن سخته براشون. خیلی ها وقت نهار رو اختصاص میدن به این سر کارشون. خیلی ها میگن نه، ما شب موقع قبل از اینکه بخوابیم به بدنتون نگاه کنید ببینید کی خسته نیستید، چون خستگی ممکنه تا چشم ببندید خوابتون ببره، که البته بدم نیست آدم در دعا خوابش ببره، برای اینکه در حضور خدا خوابیدی و لذت بخش در این خواب این مسئله نیست، ولی نه همیشه، ولی نه همیشه. اینه که از نظر زمان بندی خودتون تصمیم بگیرید چه ساعتی اون وقت. چیز دیگه این که شنیدن صدای خدا احتیاج داره که به اصطلاح تمرین احتیاج داره. شما چطور صدای خانوادتون رو خوب میشناسید؟ برادر باشه، خواهر باشه، زن باشه، شوهر باشه، شما صدای آشنا رو خوب تشخیص میدید. چرا؟ برای اینکه خیلی شنیدید. برای اینکه صدای خدا رو بتونید تشخیص بدید باید بمونید در حضورش. باید با دعا و همینطور خوندن کلام آشنا بشید به صدای خدا. روح القدس روح خیلی آرام و ملایمی هستش. وقتی ازش میخواید که صدای او رو بشنوید حتما برای شما اینو میسر میکنه، ولی این رو فکس نکنید مغزتون رو که فقط لزوما باید بشنوید. ممکنه آیات رو که میخونید در همون لحظه آیات یهو میبینید آیه برجسته میشه، خدا با دلتون حرف میزنه. ممکنه یک شخصی داره یه صحبتی میکنه یا موعظه یا داستانی رو تعریف میکنه یا شهادت زندگیشو داره میده، این وسط یه چیزی با دل شما رو لمس کرد، اونجا داره خدا با شما حرف میزنه. در طول روز نگاه بکنید ببینید خبرهای چی میگن رسانه ها هست، مسائلی رو که در طول روز میبینید. من گاهی وقتا میرم قدم زدن، من حتی دیدن درختای تنومند بارها شده خدا با من حرف زده در این مورد، یا اینکه صحنه ای رو دیدم از یه خرگوش یا نمیدونم یه گنجشک یا پرنده ها، در هر حال یا گل ها، این باعث میشه که به اصطلاح به صدای خدا آشنا بشی. بله مرسی، ممنون خاله جان. فرصتی نداریم و باید برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن دعا کنیم. فکر میکنم فرصت نباشه که برای ویتی دعا بریم، پس من میخونم و شما برای این عزیزان در دعا باشین. فرح عزیز خواستن برای اراده خداوند در زندگی پسرشون سهن دعا بشه. سهیلا برای زندگیشون، سهر برای کارشون و ازدواجشون که به خواست خدا باشه و همچنین سلامتی مادرشون. راهیل عزیز خواستن برای سلامتی و آرامش الکس و مریم و محافظت خداوند از فاطمه دعا بشه. بهار عزیز هم برای خودشون تمامی دختر و تمام دخترانی که با صبوری و توکل بر وعده های خدا منتظر ازدواج در اراده خداوند هستن خواستن دعا بشه. تقریبا یک دقیقه و نیم فرصت دارید برای دعا کردن. ای خداوند، این لیست رو مثل تومار به حضور مبارک تو میذاریم. تمامی این اسامی رو از همون اول تا به آخر در نام عیسی مسیح میاریم به حضور تو و از روح خدا میخواییم که روی این اسامی به حرکت در بیاد و حقیقتاً در نقطه احتیاجشون این عزیزان رو تو ملاقات کنی. خداوند تو رو شکر میکنم، تو رو شکر میکنم برای تک تکشون، برای خبر نجات سهن تو رو شکر میکنم، برای تک تک این افرادی که اسامی خونده شد، برای راحیل عزیز، برای افرادی که خداوند احتیاج شدید در این لحظه به تو دارن. دقیقا دعا میکنم همین لحظه خداوند و روح تو این عزیزان رو در آغوش بگیره و حقیقتا نقشه الهی تو، اون دل الهی تو، رحمت تو برای این عزیزان آشکار بشه. زیر پوشش فیض تو میبریم این عزیزان رو و دعا میکنیم سایه بالهای تو بر کیس این عزیزان قرار بگیره، چون که امنیت این عزیزان در زیر سایه بالهای تو است. حقیقتا فیض تو را، عدالت تو را، رحمت و راستی تو را برای تک تک این عزیزان میخواد. اونایی رو که شفا احتیاج دارن شفای الهی رو میطلبیم. اونایی که مشکل مالی دارن در نام عیسی مسیح برکت تو را میطلبیم. به نام عیسی مسیح این اسامی رو به دستای تو دادیم و در نام عیسی مسیح ایمان داریم که تو تک تک این عزیزان رو ملاقات خواهی کرد. آمین. آمین. خیلی ممنونم خواهر لوئیز جان از حضورتون در برنامه. مرسی. خدا برکتتون بده. و ممنون و تشکر از یکایک که شما از آن که تا اینجای برنامه رو تا آخر برنامه رو با ما همراه بودید. تکرار برنامه رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین روز شنبه ساعت 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید.
فیسبوک علامت سوال رو دنبال کنید، کانال تلگرام علامت سوال رو دنبال کنید. عزیزان میتونید از این طریق برنامه ها رو و همچنین ویدیوها رو، سوالات رو به صورت ویدیوهای کوتاه داشته باشید، به صورت MP3 داشته باشید، فایل های صوتی و دسترسی راحت دارید، میتونید برای دوستانتون بفرستید. در طول هفته با ما در تماس باشید، سوالاتتون رو بفرستید و به امید خدا در برنامه های آینده حتما سوالات شما عزیزان رو خواهم پرسید. ممنون و شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.